تو و دلدل امروز خودتان نیستید. چه شده مختار؟ نمیدانم، این زبان بسته خیلی بیتاری میکند. حالا عمر نامحرم مختار شده؟ یعنی چه؟ تو مطلبی رو از من پنهان میکنی مختار. اگر تلافی کردم گلایه نکنی. تو که خاله زنک نبودی عمره. این چه زن بی خودیست؟ زن بی خودیست؟ هر وقت که نیستی من از حالت دلدل حال مختار را میفهمم. هر وقت برای تو اتفاقی افتاده یا در دلت غوغایی بوده، این حیوان زبان بسته بیقراری کرده. انگار روح دلدل را به روح مختار گره زده اند. اغراق میکنی اون به این حیوان امروز یک دردی دارد. حیف که زبان ندارد تا حرف بزنم. تو که زبان داری، اولش حرف بزن. دست بردار اون به کاری نکن تا مثل عرب جاهلی باور کنم زن. حتی اگر به قله کمالات برسن. بالاخره مختار نقاب افکند و نشان داد که از تبار عرب جاهلی است. چطور از کره را زنده بگور کنی تا باعث سرافرازی اجدادت شوی و ثابت کنی فرزند خلف ایشانی؟ قرار بود بعد از عمری مجاهدت به اینجا برسی مختار؟ عمره تا پیچم نشو. بسیار خوب، پس از عمره توقعی همراهی نداشته باش. تهدیدم میکنی؟ عمره و تهدید؟ آن موقع که پدرم امیر کوفه بود و تهدیدم اثر داشت تهدیدت نکردم. حال که یه زن عامی‌ام و پدرم بازنده قدرت، چرا باید تهدیدم مرد قدرتمندی مثل مختار را بترساند؟ تو حالت خوب نیست. اه؟ باری کلا، خوب شد فهمیدی. این کار مردان است. زربی کجاست؟ دروغگو حواس پرتم می شود. خودت زربی را فرستادی به کشیک، یادت نیست؟
به من تو امروز جنی شده ای. تو مختار همیشگی نیستی. از وقتی به لفخا آمده ای همش دل شروع استراب داشتی. خواستم بپرسم، دل وامانده ام رضا نداد. امروز هم که دل به دریا زدم و پرسیدم، فهمیدم اوه چه خبر است. این همه بین ما فاصله بوده و من نفهمیدم. دلم به حال خودم میسوزد مختار. من مستحق این تقدیر نبودم. اشتباه میکنی دیوانه. من تا به حال چیزی از تو پنهان نکردم. منبعت هم نمیکنم. دلشوره و استراب این چند روزه هم فقط اثر ترس بود. حرفی نزدم برای اینکه نمیخواستم عمره از ترسای مختار چیزی بشنود. از چه میترسی؟ از اخبار مکه. محمد حنفیه تاییدم نکند یا رانم پشتم را خالی میکنند. چرا تاییدت نکند وقتی به تو حکم مکتوب داده؟ حکم را وقتی به من داد که جنگ این الورده حادث نشده بود. میترسم محمد حنفیه از قتلگاه این الورده مطلع مداخدار باشد و از اینکه در کنار سلیمان نبوده هم حمایتش را از من دریغ کند. همین؟ همین. بگو به جان عمره. به جان عمره. انگار صدای گریه یه هره است. بروم تا چیزی را نشکسته. مشرف فرمودید. اهلا و سهلا. مشرف فرمودید. یا الله بفرمایید. جهت کسب تکلیف مصدق شدیم. کدام تکلیف مسلمان؟ مختار ثقفی که معرف حضورتان هست. بله، مختار از شیعیان ماست. از محبان ابویم علی است. حالش چطور است؟ دعاگوی شماست. ایشان مدعی هستند که از طرف شما مأمور به قیام در کوفه شدند. اگر ادعای او درست باشد، شیعیان عراق با وی بیعت می کنند و به پا می خیزند. شما به ایشان حکمی داده اید؟ مختار امین و وزیر شماست؟ این چه پرسشی است؟ آیا سلیمان ابن سرد خزایی خدایش غریق رحمت کند وقتی قیام کرد حکم از کسی داشت؟ محاربه با قاتلین برادرم یک تکلیف است. تکلیفی که از من و برادرزادم سجاد ساقط شده. پس اگر مغز آفتاب خورده من درست فهمیده باشد، مختار هم کذاب است هم جاهل. او به مهر و دست خط شما حکمی دارد که او را امین و وزیر خود کرده اید در کار قیام. اگر شما به او حکمی نداده باشید، قطعاً مهر و دست خط شما را جعل کرده. خدایا تو قبولی رحیم،
توی دانا به اسرار نهان، پس چنان کن که خود دانی. الهی آمین. مختار به نام من و مهر من شما را به چه دعوت کرده؟ به قیام، به خونخواهی، به قصاص از قاتلین اخوی شهیدتان. حسین، یاریش کنید تا خداوند شما را یاری کند. خدا را شد. خدا را شد. از عراق تا مدینه، از مدینه تا مکه، به صحت و سقم ادعای مختار شک داشتیم، خوف داشتیم بر کذب ابو اسحاق مختار. حال که رأی شما چنین است، همه شیعیان عراق دوشا دوش مختار قیام خواهند کرد و میمونهایی را که از منبر رسول الله بالا رفتند به زیر خواهند کشاند و تقاص خونهای اهل بیت را خواهند گرفت. آهسته سخن کنید مسلمان، اینجا مکه است، ما در حصار زبیلانیم. خدا خانه ظلمشان را خراب کند. آمین. الهی آمین. يا غفار عبدالرحمن، چرا محمد حنفی صراحتا جواب نداد که به مختار حکم داده یا نداده؟ تقیه، امروز آل علی مظلوم تر از ایام پیشند. این خاندان بدجوری در حصار میمون ها اسیر شدند. حکایت میمون ها و منبر رسول الله چه بوده؟ پیامبر صلوات الله در خواب دیده بودند روزی را که میمون ها از منبرشان بالا می روند. خدا قسم تعبیر خوابشان همین امروز است. خدا بخواهد این حصار به زودی به دست ابو اسحاق و کمک ما شکسته می شود. نیت کنید برادران به طواف و عذر تقصیر کنید از شکی که نسبت به مختار داشتیم. مختار منزه از کذب است برادران. باز امیر کوفه عوض شد و مختار به چاه افتاد. برای چه آمدی؟ از طرف امیر کوفه پیغامی برایت آوردم. بگوشم. طوری اخبارت رو به امیر رساندن که خیال میکند لشکر شام را در خانه‌ات جمع کردی. لشکر من نامرئیست زایده. به لشکریانم آموختم به وقت نیاز مرئی شود. پیغام امیرا چیست؟ آها، پیغام. عرضم به حضورت که امیر فرموده است که نمیخوایی حق رفاقت ادا کنی و به دیدارمان بیایی؟ گرچه رشته رفاقت من در مکه پاره شد، اما بن مطیع در کوفه میهمان است و ما میزبان. رسم جوان مریض بیایم. هلو، آهای هلو. بله سیدی. اسمم روزین کن. و ازیم کروب کاللزین کفرو لیسکتو که او یقفرو که او یقفجو که
یم قرون و یم قرون و قرون و خیر باکری. سردم شده، سردم شده. هلو هلو بسود مختار، طوری نیست. چند وقتیست شهر میگیرم، سردم شده، تب میکنم. هلو هلو چی شده سیدی جان؟ سیدی بالا پوش، بالا پوشی به من میگیرم. سردم شده. چشم زاهره، عذرم رو بپذیر. تبولا تبولا ارزم که بخوندن اون آیه شیف نمش کردی. یعنی چه؟ اگر آیه را نمیخوندی میامد. کور بودی چطور میلرزی؟ ندیدی چه حال نزاری داشت؟ چرا؟ از مختار فقط یک جنازه دیدم. نترس آهده، من هم دلم با مختار است. مطمئن باش به امیر حرفی نمیزنم. تو طرفدار مختاری؟ برد با مختار است آهده. چطور؟ مختار از همه عمرایی که تا به حال به کوفه آمدن باهوشتر است. همه با او دشمنی کردند و همه میخواستن او را بکشند، اما موفق نشدند. من یقین دارم به زودی مختار بر کوفه مسلط خواهد شد. با این اوصاف بله، وقتی لشکر نامری مثل شما داشته باشد حتما برد با اوست. تو هم سرباز این لشکر نامری هستی زاهده. ناگهان دیدم به رحش افتاد، رنگش عین زرچوبه شد. البته در زندان هم گهگاه دچار این حالت می شد. ظاهراً بیماری مرموزی به جانش افتاده، نمی خواهد خودش را از تک و تابی اندازد. مختار کارش تمام است امیر. مختار آفت ندارد زاهده. تب و لرزی هم که از غیب بر او عارض شده حیله بوده، خواسته تو را فریب بدهد. چه داده؟ وقتی ادعا میکند لشکریان نامری دارد، چه نیازی دارد حیله کند امیر؟ شک ندارم مختار مرد رند است، اما مریضیش حیله نبود. میشود با حیله کاری کرد که رنگ از رخساره برود؟ رشه را میشود باور کرد حیله باشد، اما رنگ و رخش را چه؟ بسیار خوب، وقتی زاهده بگوید مختار مریض بوده، خب لابد مریض بوده. مرخصید. ظاهراً تیغ دوستیمان با مختار کند شده. نمی برد. می خواهید با مختار چه کنید امیر؟ مختار اهل معامله است عیاس. اگر بن یزید گردن شکست نرخش را بالا نمی برد، می شد با او معامله خوبی بکنیم. مختار حال بادش خیلی زیاد شده امیر. او خودش را زعیم شیعه در کوفه می بیند. تنها رقیبش سلیمان بود که کشته شد. تا جایی که من خبر دارم تقریبا همه قواعد شیعه با او متحد شدند. کاش میشد رقیبی برایش بتراشیم. تو مطمئنی همه قبایل شیعه با مختار متحد شدند؟ بله امیر، به جز یکی دو قبیله همه با مختارند. آن یکی دو قبیله کدام قبایلند؟ یکیش قبیله نخعی است، یکی هم قبیله عبدالرحمن شبانی. زعیم قبیله نخعی چیست؟ ابراهیم ابن مالک اشتر. Thank you.
عباس ابن علی هستم. شما محافظ شفتی؟ منم عباس. ابراهیم. کدام ابراهیم؟ ابراهیم به سر مالک هشتر. یا لالعجب، از چرا نشستی؟ برخیز ابراهیم، مولایم حسین منتظر توست. نمیتوانم عباس، خلیل و زمین گیر، پای رفتنم افلیت شد. روا نیست به سر مالک اشتر باشی و به قافله نینوا نرسی. برخیز ابراهیم، دستت را به من بده. برخیز. ما جوانان قبیله نخعی هستیم، نه دشمن. تو زعیم مایی، آمدیم کسب تکلیف کنیم. از ریش سفیدانتان بپرسید میدانن تکلیف چیست. ریش سفیدانمان میخواهن ما چوپانی کنیم و زراعت. چه بهتر، برکت در زمین است و گله. همه شیعیان کوفه به میدان آمدن، رواست جوانان نامی قبیله نخعی به گله و زراعت دلخوش کند؟ شکمتان سیر شده، هوایی شدید. من قصد جنگ و دعوا با کسی را ندارم، حتی با قاتلین امام مظلومت حسین. گوش کن نوسیبیل، من پیشتر با پدرانتان هم اتمام حجت کردم، ولی یه دم امام شهیدم حسین حضرت سجاد است. تا او حکم جهاد نداده، شمشیر قبیله نخعی در غلاف است، وابسته به من. بخواهد بلوا کند، رگ قوم و خیشی با مرا پاره کرده. برقید و خیش از این بر جراحاتم نمک نباش. مشرف، میتوانستم مرهمی باشم بر زخمایت. با خود چه میکنی ابراهیم؟ زمین گیر شدم راهل، افلیت شدم، احساس پیر مردی رو دارم که پای بر لب گور دارم. چرا کاری از دستم ساخته نیست؟ چرا ساکتم؟ شمشیر پسر مالک اشتر در غلاف زنگ زده. چطور می شود مرید عاشق علی در شهری نفس بکشد که فرقش را شکافتند و سر پسرش را برنیزه کردند و بر کوچه هایش چرخاندند؟ هوای مسمومی دارد کوفه. داغی ابراهیم، سرما میخوری؟ راهل تب کرده. برخیز، باید پاشویت کنم. برخیز،
گوشوی تنم را خنک می کند. آتش جانم را چه می کنی؟ آتش جانت را هم مهار می کنم. نمی توانم دست روی دست نهم تا شویم مثل شمع ذره ذره بسوزد و آب شوم. به خدای علی اقدام نکنی، خودم بار سفر میبندم و به مدینه میروم تا با حضرت سجاد سخن کنم. آرام باش روحانه، آرام باش. نوشداروی در راه است. زاهدت ابن قدامه است، از طرف امیر جدید کوفه پیغامی آورد. میهمان حبیب خداست، بیاید. امیر کوفه شما را به عنوان زعیم شیعه در کوفه میشناسد، میل دارد در اداره امور با شما مشورت کند. او طلب شیعه را حق میداند و مصمم است به کمک جنابتان قاتلین حسین را مجازات کند. خواسته به دیدنش بروی تا در این امر مهم یاریش کنی. تو پسر عموی مختاری؟ بله. شنیدم سران قبایل شیعه بعد از مرحوم سلیمان به طرف مختار رفتند. تو پسر عموی اویی؟ چرا نزد امیرت مدافع زعامت پسر عمت نشدی؟ سیاست به من آموخته مدافع سربند خودم باشم آقازاده. به یک شرط حاضرم شما را در قیامتان یاری کنم. چه شرطی ابراهیم؟ فرماندهی قیام را به من بسپارید. کاردانی و لیاقت و شجاعت تو بر ما پوشیده نیست. تو فرزند مالک اشتری که بازوی توانای علی بود. اما زعمای شیعه با مختار بیعت کردند و فرماندهی قیام را به او سپردند. مختار وزیر و امین محمد حنفیه است. ایشان او را مأمور به قیام کردند و تکلیف فرمودند که همه با او بیعت کنیم. من با جناب امام سجاد و محمد حنفیه مکاتبه دارم. درباره مختار چیزی به من ننوشتند. آلو مختار! زربی پیر شده خالو جا به نون افتادی، نفست یاری نمیتونه. خالو جا! آلو مختار! خالو جا! خالو جا! خبری شده زربی؟ آمدن خالو، آمدن. آمدن چه کسانی؟ همانها که منتظرشان بودی خالو جان. من منتظر کسی جز که نبودم. کیان هم همراهشان از خالو جان. چرا بریده بریده حرف میزنی زربی؟ درست بگو ببینم چه خبر شده. نفسی چاخ کنم خالو. هلاک شدم بس که دویدم. جایش در طبیله است، نه در حیات خانه. حلالم کن، بی خبر رفتم بی خبر آمدم. سفر سفر معرفت بوده و اسحاق در طواف کعبه از خدا خواستم شهامتم دهد تا
تا چشم در چشم مختار شوم. عهد کردم دستت را ببوسم. خجالت میدهی؟ چه میکنی حاجی؟ ما درباره تو گمان بد کردیم ابو اسحاق، سید و سرور و مهدیمون ما را هدایت کردند، نه مختار کذاب بوده و نه آن حکم جعلی. الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله. سید پسر خلف حیدر کرار است. اگر بگویم دستی که آن حکم را امضا کرد و زبانی که تأییدش دست و زبان علی بود، باورت می شود؟ مختار بگوید صلات ظهر شب ظلمانی است، من یکی باور می کنم. تا گوشه گیری کنی رقبایت میدانداری می کنند. وقتی ابراهیم اشتر میدان خالی کند، معلوم است مختار ثقفی می شود یک کتاز میدان. تو کجا؟ مختار کجا؟ تو زعیم عشیره‌ای هستی که به اعتبار مرحوم پدرت سلطان عراق است. حیف نیست این سروری نصیب عشیره ثقفی شود. مختار رویای پادشاهی عراق دارد. او در پی خون حسین بود، با مرحوم سلیمان بیعت می کرد و در مقتل عین الورده پشتش را خالی نمی کرد. اباقات، تو مأمور به پیغام امیر کوفه ای یا آمده ای مذمت مختار کنی؟ امیر کوفه بی صبرانه منتظر است تا با شما سخن کند. چرا به دعوتش اعتنا نمی کنی ابراهیم؟ باش تا لباس بپوشم. واقعا میخواهی به دیدن امیر کوفه بروی؟ به نظر تو عیبی دارد؟ خالی از عیب هم نیست. تو به مختار مشکوکی چون در مکه با خلیفه زبیری بیعت کرده. حال میخواهی مرتکب همون خطای شبی که مختار شده؟ میدانم راهله، محال است آل زبیر خاطره ی جنگ جمل را فراموش کند و دست از دشمنی با آل علی بردارد. من برای بیعت نمیروم، میروم که بدانم حرف حسابشان چیست. ابراهیم، مختار ثقفی آمده با اعوان و انصار. به نام خداوند رحمان و رحیم. از محمد مهدی به ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی، درود خدا بر شما. اما بعد، من مختار وزیر و امین منتخب خود را که پسند من است به سوی شما فرستادم و به او دستور دادم با دشمنانم نبرد کند و به خونخواهی خاندانم برخیزد. تو و عشیره و پیروانت همگام او شوید و قیام کنید. اگر دعوتم را بپذیری و وزیرم را یاری کنی، فضیلتی بزرگ نزد من خواهی داشت و امیر سپاهیان خواهی بود و هر دیاری که فتح کردی از کوفه تا اقصانقاط شام تحت امر تو باشد. من این وعده را به عهد و قسم تضمین میکنم. اگر به فرمانم گردن نهی، نزد خدا تقرب یابی و اگر اجابتم نکنی، به چنان سختی دچار شوی که هرگز از آن رها نشوی. این نامه را خود سید به شما داده؟ خیر، نامه‌ای به او نوشتم و خواستم توصیه نامه‌ای برایت بفرستد. سید همین نامه را نوشته.
ولی من با سید مکاتبه دارم. این نامه مثل همه نامه های او نیست. چطور؟ سید همیشه نامه هایش را با نام محمد ابن علی می نوشت، نه محمد مهدی. این لقب مهدی از کجا آمده؟ این رازیست بین من و سید. قرارمون بر این است در نامه هایی که به من یا به توصیه من می نویسند از این عنوان استفاده کنند تا من یقین کنم نامه از خود اوست. پس اجازه بدهید من شخصا نامه ای به سید بنویسم و از او کسب تکلیف کنم. هر طور مایلید. قریب به 2 ماه طول می کشد تا مکاتبه او کسب تکلیف کنید. ما می خواهیم به یاری خدا همین روزها قیام را علنی کنیم. اخبار موثق دارم که دشمن از قصد و رابطه پنهانی ما مطلع شده. بن مطیع سیاستمدار کارکشته است. او با روی خوش نشان دادن به شیعه و عقب نشینی در مقابل خواسته های برحق ما، قصد دارد در صفوف یارانمان رخنه کرده همچون موریانه آرمانهایمان را بجود. اگر فرصت را از دست بدهیم به همان مصیبتی دچار می‌شویم که در روزگار مسلم شدیم. ابراهیم، به خدا قسم ما نیز به صحت ادعای مختار و حکمش شک داشتیم. به مدینه و مکه رفتیم و با امام سجاد و عموی بزرگوارشان سخن کردیم. مختار مورد تایید ایشان است. من حجت تمام کردم. باشد که خداوند مرا از همراهی شکاکان و بددلان بی نیاز سازد. بمان ابو اسحاق. دست درس کنه ابو اسحاق. مرحبا. احسن. امیر واجب الارزم. ها؟ مختار قیام کرد؟ خیر امیر، ابراهیم اشتر با مختار بگه کرد. خب، وقتی پسر اشتر دست بیعت به مختار داده باشد، فلواقع مختار قیام کرده. فرقی نمی کند. تو که مدعی بودی پسر اشتر غرور دارد، بدقلق است. به اعتبار پدرش اشتر خود را محق می داند. زیر بار مختار نمی رود. پس چه شد عیاض؟ دانسته هایت غلط بود؟ من هرچی برز رساندم از اباقوت شنیدم. اباقوت نه مثل تو. اباقوت چطور بعد از این همه سال دوستی با ابراهیم اشتر او را نشناخته بودی؟ مختار این جوان را گول زده امیر. چطور؟ ظاهراً نامه ای از پسر علی به ابراهیم داده و خواسته که با مختار بیعت کنه. من خودم از لفظ ابراهیم شنیدم که بیعت مختار را رد کرده. چقدر با ابراهیم دوستی اباقوت؟ چقدرش را چه عرض کنم؟ من سالهاست با ابراهیم هشت و نشت دارم. رفاقت دارم. منظورم این است که حرفت را میخرد. گهگاه نظرم را درباره اوضاع کوفه پرسیده. اخیراً هم از مختار پرسید. من هم رک و پوست کرده پته مختار را ریختم روی آن. از کدام مختار هدفش حکومت است. خون حسین بهانه است. ابراهیم همسرش را تکان داد و تصدیق کرد. خ
خب ابهات، کیف احوال؟ به مرحمت شما ابراهیم. بزنم به تخته خوشکیفی. خدا را شکر. باور کن وقتی می دیدم شیر پسرش در میدان را خالی کرده قصه‌ام می شد. قرار باشد کسی بر کوفه سروری کند، تویی. از کاخ کوفه و امیرش چه خبر؟ کاخ کوفه این روزها مثل کاروان سرا شده ابراهیم. هر کس می آید می داند که میهمان یک شب است. کوفه حریفی می خواهد که بوی خاکش را بشناسد. با شیر گاو میشایش بزرگ شده باشد و شناگر دریای فراتش باشد. به خدا قسم حریف کوفه و کوفی توی ابراهیم. کاش شیر بار بیعت با مختار نمی رفتی. من که باورم نمی شود تو تسلیم یک نامه جعلی شده باشی. نامه جعلی باشد یا نباشد برای من علی‌السویه است. من تسلیم نامه شدم که شیطان را مغلوب کنم. کدام شیطان ابراهیم؟ مختار با یک نامه جعلی میخواست اقتدار تو و طایفت را در هم شکند. چرا از محضر پسر علی کسب تکلیف نکردی؟ بماند اباقات. تراشیدن رقیب برای مختار فکر خوبی است. اما به امیرت بگو روی پسر اشتر حساب نکند. بسم الله. اگر می دانستم مختار حکیمیست که دم معجزه‌گرش شفا بخش است، زودتر دست به کار می شدم و ایشان را به بالین مختزرم می کشندم. ابو اسحاق نفسش حق است راحله. اول به او شک داشتم، اما وقتی در عمق چشمانش نگاه کردم باورش کردم. علت خصوص زخم ابرویش مرا به یاد پدرم مالک اشتر انداخت. در این رزم جامعه و با این صورت خندان کمی شبیه به مردی شده که مادرم همیشه قصه هایش رو برایم میخواند. من همیشه به مردهای قصه های مادرت حسودی کردم راهله. مردها نه ابراهیم. قصه های مادرم یک مرد داشت که نامش مالک اشتر بود، با زخمی بر چشم. تو بخواهی بر چشمم زخم میزنم تا شبیه مالک شوم؟ تو شبیه خودتی ابراهیم. هیچ کس شبیه مالک نمی شود. وقتی شنیدم می خواهم عروس مالک اشتر شوم، احساسی شبیه رویا داشتم، چیزی شبیه به خواب. تو را که دیدم تعجب کردم، از گره پیشانیت ترسیدم. تو هیچ شباهتی به آن مردی که مادرم اشعار حماسه هایش را برایم می خواند نداشتی. مالک اشعار مادرم خنده رو بود، در حالی که غمی بزرگ در سینه داشت. مالک مرد بزرگی بود راحله. عشق به علی مالک را مالک کرد. او خوشرویی را از علی آموخته بود. حتی وقتی در قلزم پای در رکاب لرزند و جگرش به زهر پسر آسته که تکه شد، تبسم بر لب داشت و ذکر علی میخواند. سعی میکنم از این پس به قدر دانه گندم شبیه مالک باشم.
رز جامعه پوشیدی یا خبیر؟ کجا با امید خدا؟ لفخا به دیدار ابو اسحاق می روه. چطور بی خبر؟ سر که من هم ابو دستار بپوشم اون گروه. نه خبیر نه، تنها می روه. قول داده بودم در سفر قیام تو رو هم با خود ببرم، پس ابا او رو بنده کنم ره تا پیروزی قیام مجبوریتم به کوچه اجباری دهی. نمیشود ما در لفقا بمانیم؟ با علنی شدن قیام لفقا مکان امنی نخواهد بود. بهتر است با همه بستگانم زیر یک سقف باشم. خدایا قوتی ده که بتوانم با ناریه کنار بیایم. برویم امیر مختار. به یک شرط سردار. من بیعت مشروط نکردم. امیر فرمان بدهد من اطاعت میکنم. از کجا شروع کنیم؟ اختیار با اسبا. منزل و مسیر را آنها تعیین کنند. اسب من راه بلد کربلاست. رهایش کنی سر از نهر القمه در می آورد. دلدل راه بلد نیست، اما قرار است مختار را به معراج ببرد. این محدوده ایست که عباس خودش را به القمه رساند. با عباس خیلی رفیق بودی نه؟ من و عباس نوجوانی من را با هم زندگی کردیم. در سفین حریف مشق هم بودیم. در یک خیمه میخوابیدیم و عباس آرزو داشت آنقدر قوی شود تا بتواند وارث ذوالفقار علی شود. او تنهای علی را با همه وجود لمس کرد. میخواست به جایی برسد که وقتی در کنار علی میستد علی بگوید نیاز به لشکر ندارم. عباس برای من به اندازه یک لشکر است. آن ایام ما بچه سال بودیم، زیاد به حساب نمی آمدیم. عباس از این موضوع خیلی ناراحت بود. بالاخره هم طاقت نیاورد.
یک روز جلوی پدرم مالک ایستاد و جفت پاها را کرد در یک کفش که مالک باید امروز مرا هم با خودت به میدان ببری. پدرم خندید. عباس عصبانی تر شد و مثل شیر قرید که مالک خیال میکنی از تو کمترم؟ حاضرم با تو مسابقه بدهم، اگر بردم مرا با خودت ببر. پدرم باز خندید و باز فریاد زد مالک من شوخی نمی کنم که تو هی می خندی. پدرم خندهش را جمع کرد و جواب داد عباس جان می دانم که تو خیلی خوب می جنگی، اما تو قمر بنی هاشمی، باید بمانی و بر شبهای تاریک سفین بتابی تا مهدابی شود. عباس وقتی این تعبیر را شنید خاموش ماند. نقل هست که عباس وقتی به القمه رسید سخت تشنه بود اما آب نخورد. عباس سراسیمه عرق کرده از خواب پرید، مرتب به دستهایش نگاه میکرد و به من پرسیدم خواب دیدی؟ سرش را تکان داد. پرسیدم چه خواب دیدی؟ نفس نفس زنان جواب داد ابراهیم خواب دیدم دست ندارم، دستهایم گم شده بودند، داشتم دنبال دستهایم میگشتم، ناگاه پرندهی دیدم شبیه به کرکس که دستهایم را به منقار داشت، میخواست دستهایم را بخورد، خواستم با سنگ بزنمش اما دیدم دست ندارم که سنگ بردارم، فریاد زدم لاش خور، دستهایم را نخور، آن دستها مال من است. کرکس به سخن در آمد که عباس میخواهی این دستها را چه کنی؟ وقتی دو بالوان خوبی داری؟ من گرسنه‌ام، شکست بال و زمین گیرم، دستهای تو سیرم میکند، تو با دو بال قشنگت پرواز کن، برو و در آسمان سیاحت کن. وقتی شنیدم عباس را دست بردند حکمت خواب آن شبش رو فهمیدم. یاری هم قله پیروزی را فتح می‌کنیم. ابو اسحاق دلم می‌خواهد نام مالک را دوباره زنده کنم. مالک نمرده است ابراهیم، مالک اشتر نمی‌میرد، نام او تا قیام قیامت بر تارک شیعه می‌درخشد. ما باید حماسه‌ای بسازیم تا خودمان گم نشویم. قدم دوم فتح کوفه است، باید کوفه را از چنگ زبیدیان خارج کنیم. به شدت موافقم. شب پنجشنبه 14 ربیع بر پوست جنگ میکوبیم. چطور است؟ عالی است. در این شب به خصوص حکمتی نهفته است. 14 ربیع ماه کامل است ابراهیم، به نیت عباس ابن علی که قمر بنی هاشم است و به برکت خاطره‌ای که از او به مالک برایم تعریف کردی، در مهتاب شب 14 که عباس در آسمان کامل رؤیت میشود به دشمن یورش میبریم. 2 روز و 7 روز فرصت داریم تا لشکریان را آماده کنیم. در ضمن به تعدادی گردان ضربتی مخفی نیاز داریم تا به وقت احتیاج فلفور به میدان بیایند و با عملیات ایزایی دشمن را متوقف سازند. آماده سازی نیروها هم دست خودت را می‌بوسد.
زمان و تاعتا امیر مختار. خوش آمدی عمره جان. خوش باشید عمره جان. خوش آمدی عمره. تو رو به خدا ببخش عمه ثابت، آمدم دست و پایت رو تنگ کنم. تو این بچه که جاگیر نیستید خواهر، دست و پایم رو مختار تنگ کرده که خانه را کرده میدان جنگ. خودت که میبینی چقدر نق میزنی ناریه. پس عمره چه بگوید که مختار از خانهش تبعیدش کرده؟ نق نزنم که میترکم دومه جان. من به جهنم؟ این درست است که خودت را سر پیری قربت نشین کرده ای؟ من غریب نیستم اگر تو اهل و عاقل باشی. خودخوری نکن ناریه، بعد این همه سال زندگی با مختار باید فهمیده باشی بند زن و خانه نیست. خالو جان این خرت و پرتا رو ببرم اتاق زاویه؟ نه زربی، ببر اتاق من. من و عمره در یک اتاق زندگی میکنیم. بریا خالو دومه، امر امر خودتان است. شرمندم دومه جان، میترسم حره اذیتت کند. خیلی دختر بچه جلبیست. هر چه باشد به پای بچگی های مختار نمی رسد. بلدم چطور رامش کنم. هرچه در قیام خونه کمتری ریخته شود، ارکان دولت من محکمتر خواهد بود و بعدها خطر کمتری متوجه نوست. سلس کوفه در بیعت آل زبیر است. بعید می دانم بدون مقاومت شهر را تسلیم کنند. چاره ای جز جنگ نداریم. در جنگ هم حلوا خیرات نمی کنند. نکشی می کشی. ببین ابراهیم، والی کوفه انقدر سرباز و شرطه ندارد که در مقابل قیام مقاومت کند. پس چه می کند؟ قبایل متحد با خود را وارد میدان می کند. چه بسا دست از دشمنی دروغین با امویان هم بردارد و آنها را علیه ما وارد جنگ کند. ما باید پیش دستی کنیم. فیلمثل چه کنیم ابو اسحاق؟ با سران قبایل مخالف سخن کنیم. باید به ایشان اطمینان خاطر دهیم که از جانب ما در امانند. مشروط بران که با والی کوفه همکاری نکنند. یعنی با همه سران مخالف وارد مذاکره شویم؟ نه با همه ابراهیم. فقط آنهایی که در عاشورا نظارگر بودند و همکاری نکردند. در سیاست همیشه آخرین تدبیر جنگ است. خدا شاهد است من مایل به جنگ خانگی در کوفه نبودم. اما چه کنم؟ هرچه تیر در ترکش تدبیر داشتم انداختم.
قیام مختار با ملایمت و ملاتفت و امتیاز دادن و مشارکت در امور حکومتی حل شدنی نیست. مختار حکومت بر کوفه را میخواهد، آن هم نه تحت لوای حکومت حجاز. یک حکومت مستقل و خودرأی شیعه یه قدر مسلم اولین هدفش انتقام خونین از مخالفین آل علی است. این که عرض میکنم مبالغه نیست، این واقع است. من با مختار دوستی دیرین داشتم، شاهد بودم که خلیفه حکم امارت کوفه را به او داد و او نپذیرفت. از همانجا متوجه اغراض مختار شدم و رشته دوستی را بریدم. حالا ای حال میل میل شماست. اگر از سایه حکومتی که مختار میخواهد نمیترسید، من کاسه کوزم را جمع می کنم و به مکه می روم. اگر چنین حکومتی را بر نمی تابید، دست به دست من دهید. از جنگ خانگی نترسید و با همه شمشیر زنانتان به میدان بیایید تا مختار و دار دستش را در هم شکنیم. به چه می خندی پسر سعد؟ جسارت است امیر، برای تنوع بحث و دفع تهوع از حاضران که کنارن این خطبه ها را شنیدند و گوششان پر از درز می کنم. روزی روباهی اشتر یادید که خفته است، خواست مزاح کند با اشتر، دومش را به دوم اشتر گره زد. اشتر برخاست و روباه در هوا معلق ماند. رندیان دو را دید، از روباه پرسید که این چه حال است. روباه گریان آلان بانگ برآورد که این حال روز کسی است که با بزرگان وصلت کند. حکایت امثال ماست که روباه این و دوم من را به دوم بزرگان و عمرهای چون شما گره زده ایم. عمر، آبرو ریزی نکن. کدام آبرو شم؟ من تو چوب تو سر نجسیم، اصلا ما در این مجلس شور چه میکنیم؟ یادت نیست؟ حکام قبلی تا وارد کوفه می شدن برای اینکه خودی نشان بدهند، اول دوگی به صورت ما می انداختند و لگدی حوالی ما تحت ما می کردند. دوغ و دوشاب را یکی نکن پسر سعد، حساب من از بقیه جدا بوده و هست. دوغ و دوشاب یکی شده امیر. کوفه امیری می خواهد که کوفه را بشناسد. روزی نبوده که من خطر مقدار را به عمرهای قبلی کوفه گوشزد نکنم. کدام یکشان شنیدند؟ کدام یکشان فهمیدند؟ حال که مختار به اجدهای 700 تبدیل شده، میخوایید سر او را به سنگ بکوبید؟ همه این حضرات اگر دست در دست شما بگذارد، فقط یک سر مختار را میتوانید بکوبید. با شش سر بعدی چه میکنید؟ از کجا معلوم که خود شما یکی از سرهای اجدها نباشید که با مختار توانی کرد و میخوایید ما را به کام اجدها بفرستید؟ شما دوست مختار بودید یا نبودید؟ شما واسطه مختار با خلیفه بودید یا نبودید؟ شما کافیست پسر سعد، کافیست. به خلیفه می نویسم پسر سعد بیش از هر کس درایت دارد و کوفه را می شناسد و به امارت کوفه مستحق تر است. مرا بردارید و او را بنشانید. این حرفا را برای که می زنی؟ خیال می کنی مختار به خاطر این که من امیر کوفه شدم می خواهد قیام کند؟ کوفه را شما به این روزک انداختید. از خوف مختار دیوانه شده، مرا متهم به تبانی با مختار میکند. وای از ندانم کاری، امان از نافهمی. همه میدانید که عمر این روزها گرفتار اوهام و مالی خولی است. از سایه‌اش می‌ترسد. چرا به این مجلس دعوتش کردید؟ دعوتش نمی‌کردیم که باز نامه به خلیفه می‌نوشت و سعایت از ما می‌کرد. خیال می‌کنی چه کسی اخبار بن یزید را برای خلیفه می‌نوشت؟ اجازه است ما هم دو کلام حرف بزنیم؟ بگو شبس، بگو. دعوتتون کردیم تا عقل‌هامون رو روی هم بریزیم و چاره‌ای کنیم. نمیدونم چرا عمر صدر حماقت کرد. من تا به حال اهانتی به او نکردم. آدمیزاد به خطایش محکوم به زمین شد. ما همه از نسل حضرت آدمیم.
لغزش داریم، خطا کاریم. عمر هم از این آفت در امان نیست. کمی به او حق بدهید. افکار عموم علیه اوست. چپ و راست تنه میشنود و لیچار. عمر مرد سلحشوری است. طایفه قیوری هم دارد. حضورش مغتنم است. مصلحت نیست در این شرایط حساس و بحرانی او را از دست بدهیم. ما چه حرفی نداریم. غیر از این بود دعوتش نمی کردیم. اوز چه ساز مخالف می زند. هر آدم قلقی دارد. به من بسپاریدش. قول می دهم او را بازگردانم. شما از طرف ما وکیل. شما از طرف ما وکیل. قصه مختار بزرگ هست، اما نه اونقدر که عمر سعد را به کل مایوس کرده. اگر همه وارد میدان شوید و هر یک از شما یک محل از کوفه را قرق کنید و نگذارید بی اذن شما جنبنده‌ای در کوچه ها و میادین حرکت کند، مطمئن باشید ایاز و شرطه هایش قادرند مختار و تک تک یاران گردن کلفتش را شکار کنند. سران شیعه را بکوبید، ما بقیشان خلاف میکنند. عمر از خر شیطان پیاده شو، پشت ما را خالی نکن. به خدا قسم مختار فاتح شود، به قول خودت اجدهای افسری است که تامش مغز پخته امثال من و توست. شما دلتان شور خودتان را بزند. من بلدم با مختار چه کنم. لازم نیست کسی به فکر جان من باشد. خب اگر حرفی داری بگو، ما همه با توییم. دیدم که چطور توشمر پوز بر پای کسی میمالیدید که من او را به دربانی خانم قبول نمی کنم. شما با همان والی محبوب و مقبولتان باشید. مرا به شما نیازی نیست. تو جزو اغلای مایی عمر. این حرف حدیث ها مال تو نیست. آل زبیر و مالش منافقین بی دین و بی شرف. از سر خیرخواهی به مجلس شورشان دعوتتان نکردند. محتاجتان هستند دراز کوشا. این خط این نشان. اگر خرشان از پل گذشت و مثل کهنه چرک دورتان نینداختند، عمر سعد به سر پدرش نبوده. واقعا عقل از سرت پریده. به قول شم مالی خولیا شدی. خب همه میدانیم که کمک خواستن زبیریان از امویان کوفه یک بازی رندان است. اما چه کنیم؟ خرمالی آل زبیر را بکنیم بهتر از آن است که گردنمان را به تیغ تیز کینه و نفرت مختار بسپاریم. کور دوباره سایش را گم نمی کند. شما می خواهید ملعبه دست زبیریان بشوید؟ بشوید. مرگ به دست مختار برای من گواراتر است تا آلت دستی مشتی همار ابن همار ابن همار شدم. تو مشکوکی عمر. خیال همکاری با مختار را که نداری. هنوز انقدر مفلوک نشدم. اگر شنیدی که خورشید از مغرب طلوع کرده یا آبی سر بالا رفته، عمر سعد و مختار با هم کنار آمدند. چرا؟ من و مختار یک خصلت مشترک داریم. صبر جفتمان قد یک دریاست. من همیشه عاشق رقابت با مختار بودم و همیشه من بردم. اگر از دم تیغ مختار جستی و زنده ماندی، خواهید دید چطور کاسه از خون مختار را لاجرمه سر می کشم. ابو نواز، آتش اجاق زیاد است، کمش کن به دل بپزد. بله بان. ام شهاب. بله. نمک. اینها قرار است تا کی کنگر بخورند و لنگر بیندازند. چه میدانم خواهم، این لشگری که من میبینم تا دار و ندار ارباب را نبرند بلکن نیست. عاقبت زبیریان تینت پلیدشان را بروز دارند. امیر جدید کوفه با زلمه عاشورا متحد شده و قصد مقابله با قیام را دارند. من برای این مقابله روز شماری می کنم. خدا بخواهد ننگی مثل عمر سعد را از پیشانی کوفه بر می دارم. به شرطی که مثل رفقای ملعونش به میدان بیاید. نامه ی عمل خبیثی مثل عمر سعد به قدر کافی سیاه هست.
لازم نیست او به میدان بیاید. ما به سراغش می رویم. گردان ضربتی از همه چیزش اسلحه می سازد، حتی از شال کمرش، دستار سرش یا افسار خرش. کجا شیرزن؟ می روم به شکار قاتل پدرتان. قاتل پدرم؟ چون این قاتلی را مادرش نزاییده. جنون پدرت به تو هم سرایت کرده بچه، برو کنار. کوچه پس کوچه ها را قرق کردند. طبق دستور پدر ما نباید قرق بشکنیم. قرق بشکنیم چطور می شود؟ طوری نمی شود. پدر خوش ندارد به خاطر قرق شکنی زنش به حاکم کوفه باج بدهد. وقتش برسد با قوم و قبیله قرق را می شکنیم. به پاکنار سینه به سوخته برای من سر بزرگی می کند. در به خانه را باز کنی خونت را می ریزم زلیف. باز کن تا ببینی. باور نمی کنم پسر من از که به روی مادرش شمشیر کشیده. ای وای بر من، چه نگون بخت بودم و نمی دانستم. غلاف کن پسرم، او دشمن نیست، دوست است. پدر جان، شما تا به حال از دوستان کم ضربت نخورده اید. به قول خودتان سیاست پدر مادر نمی شناسد. این زن اگر دوست بود قرق را نمی شکست. میبینی جاریه؟ درست این جوانی های خودم شده، با غیرت و باهوش. پدر و پسر چه مرگشان شده؟ این چه بازی هنیاکیست؟ در گوش این بچه چه خوانده که همه عواطف انسانیش را سر بریده؟ ای سیاه بخت جاریه، ای سیاه بخت جاریه، نفرین به تاله نهزد زنک. این دیو بچه را من زاییدم، باورم نمی شود. تو میخواستی مادرت رو بکشی؟ باز شروع کرد به گریه کردن. پدر، زنها چرا اینجوری هست؟ چطوری هم پسرم؟ نقنقوی هست، هقهقوی هست، زرزروی هست. چه نکنی ضعیفه؟ باز شدی؟ سک پدر رو من شرشه میکشی؟ به تو پدر بی خیلی ازت نشان میدم با که پرم چه میکنی جاریه؟ دیوانه شده ای؟ با خفه شو حرف نزن. هرچه من کوتاه میایم و دندان به جگر میفشارم تو سکتولت پروتر میشوید. اگر از زبان نندازمش نامم جاریه نیست. بگو غلط کردم، بگو نفهمیدم، بگو به گور پدر و پدر سگم خندیدم. خودت غلط کردی نه من. حرف بزن حفظ، تنت میخورد؟ حدثت درست بوده ابو اسحاق. خونخواهان دروغین حسین متحد قاتلین حسین شدند و قرار است هر محله‌ای را یکی از قبایل معاند قرق کنند. از عمر سعد چه خبر؟ از قضا عمر سعد تنها متهمی است که به میدان نیامده. ظاهراً بین او و رفقایش شکاف افتاده و خود را کنار کشیده. شب از مأمور شده با وی سخن کند. فوراً به ابراهیم پیغام دهید خودش را به من برساند امشب. بله امیر.
نمیکنم مادر. کوپه در قروق افراد حکومتی است. همه این راه ها رو بستن. تو رو میکشن. بکشن. بهتر از این زندانی که خودمون رو میکشیم. کجا جاریه؟ میروم خانه برادرم مختار. که چه بشه بود؟ میروم امان نامه بگیرم. مختار سگه کی باشد که بخواهد به من امان بدهد؟ گوش کن جاریه. پایت به خانه مختار برسد این خانه را فراموش کن. برگردی قلم پایت را میشکنم. تو به این دوزخ میگویی خانه؟ خودت خوب میدانی که دور دور مختار است. کم برای آل امیه و آل زبیر دم تکان دادی؟ عاقبتت چه شد؟ تو که لبگوی هر سگ و شغالی بودی. یک بارم به مختار لبیک بگو. همان که شنیدی. اینقدر پیش من مختار نکن. برادرت برای من کمتر از یک بچه است. من نیازی به امان نامه او ندارم. بسیار خوب. میروم برای خودم و بچه هایم امان نامه میگیرم. نرو ضعیفه. خودت رو خار خفیف نکن. مختار سال هاست منتظر چنین روزی است. نرو. دار شکنت کند مختار. آمد و شد من شده همشیره. نشنیده اید؟ ببخشید بانو، راه را باز کنید. خودیست. چند نفرتان بانو را تا مقصدش مشایعت کنید. لازم نیست. حاجت به مشایعت بود، خودم لشکرش را داشتم. کیست همشیره؟ کجا؟ میروم خانه برادر. چرا تنهایید؟ چرا مردی همراهتان نیست؟ شاید مردانمان مرده باشند. به شما چه مربوط که در کار مردم فضولی میکنید؟ بلبل زبانی موقوف. کاری نکن که به جرم اهانت به خادمین نظم و امنیت بدهم ادبت کنن. مرا ادب کنید بی ادب؟ تو ادب داشتی راه بر زنان نمیبستی. منم بانوی عمر ابن سعد. بیایید ادبم کنید. شما باید بر کجاوه بشینید و بر دوش غلامان آمده شد کنید، نه تنها بی ملازم. میفرمودید که هستید چاکرین شما غلط میکردن پا پیشتان شود. تو از من پرسیدی که هستم؟ اجازه بدهید مشایعتتان کنید. فکر نمی کنم جرأتش رو داشته باشید تا خانه مختار مشایعتم کنید. عمره، این کار توست. فقط تو میتوانی واسطه جاریه با مختار شدی. ناریه، به خدا میترسم. تو که مختارم میشناسی. همه باید دست به دامن دومه شویم. به یک شرط به عمر قول امان خواهم داد. چه شرطی؟ عمر باید متعهد شود او و قبیله‌اش علیه من وارد جنگ نشوند و با دشمنان هم همکاری نکنند. نه با امویان، نه با زبیریان. به خدا قسم مختار، عمر همین تصمیم را دارد. غیر از این بود، او هم با قبیله‌اش به میدان می‌آمد و یکی از محله‌ها را قروق می‌کرد. در همه عمرش یک کار خوب کرده باشد همین است. بگو بر همین عقیده باشد تا بعد. خدا از بزرگی کمت نکند برادر. اگر امان نامه هم بنویسی عمر پشتش گرمتر می شود. چه امان نامه ای؟ وقتی هنوز نبدار است نببار. حرف من امان نامه است. اگر به یاری خدا پیروز میدان شدم آن وقت امان نامه هم می نویسم. خدایش یکی حرفش یکیست. اصرار نکن جاریه. شما هم کماف سابق به این خانه رفت و آمد نکنید. یاران هم به فهمن ترکم می کنند.
بیستید. ابراهیم هست. گله زنبور اشتر تا شهد گل حکومت گوفه را به نیش نکشد و بر کندوی شورشی ثقفی اصل نکند بلکن نیست. شما قانون منع آمده شد را نشنیدید؟ قیافه ها داد می زند یا غیجرید؟ کلان خرتان جلو بیاید بدانم که هستید و از کدام قبیلید. ما آدمی زادیم، زبان حیوانات را بلد نیستیم. کسی در میانتان هست که به زبان آدمیان تکلم کند؟ مثل آدم بپرسد و مثل آدم جواب بشنود؟ شما آدم بودید، به حکم امیر کوفه تعرض نمی کردید و قرق را نمی شکستید. تو بازداشتی ابراهیم؟ به چه جرمی؟ به چه جرمی؟ قرق را شکستی یک. قصد خانه رفیق قوقاییت مختار را داری دو؟ نامت در سیاهی است که علیه امیر کوفه دسیسه می کنی سه؟ راه را باز کن نسناس. اگر باز نکنم؟ اباقوت بیا بروم امیر. برو قانعش کن تسلیم شود، اگر نه خونشان را می ریزم. بله امیر. اهلا و سهلا ابراهیم. مرحبا اباقوت. نیزت را ببینم. ابراهیم، اخبار بدی از تو مختار به امیر رسیده. قبایل مسلح شدن. کوفه در قرق لااقل 10,000 شمشیر زن است. امیر کوفه هنوز امیدوار است که تا بیعت با مختار را رد کنی و خودت را از معرکه مختار کنار بکشی. جنگ عادلانه نبود. پدرم را نوجوان مردانه کشتند. مرد نیستم اگر همه زنان قبیله نخعی را بیوه نکنم. خونت را میریزم ابراهیم، مادرت را به عزایت مینشانم. نامسلمان ها، خونتان را خواهم خورد. برخیز راشد، برخیز. از جلی مثل تو بعید است که مثل زنان مویه کنی. برخیز و دندان به همسایه کینه بجوی. پدرت با افتخار کشته شد. این زخم التیام نیابد الا به قصاص. قسم میخورم تا طلوع عین سر به سر اژدر را بر نیزه کنم. مرحبا پهلوان، مرحبا. زین پس به جای پدر بر شرطه های کوفه تو امیری. برو و کار نیمه تمام پدر را تمام کن. برو. بله امیر. بالاخره مصیبت رخ داد. خیر نبینی مختار که همش دنبال چیه. خیر و فیما وقع. با کشته شدن ایاس ابن مضارب، ابراهیم قدم اول قیام را به نام خود رقم زد. ایاس کم کسی نبود. خبر مرگ او بدون شک دشمن را متزلزل می کند. این حادثه را به فال نیک می گیریم و قیام را از همین امشب علنی می کنیم. جسارت است امیر. امشب 12 ربیع است. قرار ما 14 بوده. چطور می توانیم به همه یارانمان خبر دهیم؟ میدانم من کامل.
ولی با کشته شدن عیاض دشمن از یمین و یسار پس و پیش حمله خواهد کرد. پاسخش را ندهیم قیام را سرکوب میکند. اینها امشب خیالاتی دارن عمره. شاید. شک نکن. حتما اتفاقی افتاده. خدا کند اتفاق بدی نیفتاده باشد. اتفاق بدش جنگ است خواهر. همان چیزی که مختار سرش برایش درد میکند. اگر جنگ نشود هر چه دلت خواست بگو. جنگ که خواهی نخواهی میشود. خدا کند غافلگیرشان نکرده باشند. مختار هنوز همه یارانش را جمع نکرده. بخن بخن یا مختار. به خدا قسم همه عمرم لحظه ای شیرین تر از این ندیدم. یا لسارات الحسین. وعده دیدار ما باغ زائده. لا حول ولا قوت الا بالله. من منقص برو و آتش در نیهای پشت با میانداز. خدا را شکر که نمردم. قیام مختار را دید. روزا قمر در اغراب که نیست ثابت. ستاره ای را در آسمان به نام شما نشان کردم. امشب پرنورتر از هر شب است. سه موعود فرا رسید. به عشق علی اعتاز بزنم. خیر امیر، بر پشت بام ها آتش علو کردند. برای چه؟ از معجزات مختار است. من شنیده بودم وقتی مختار قیام میکند از پشت بام های کوپه آتش میجوشد. یارالعجب، پس مختار قصدش حکومت نیست، داعیه رسالت دارد. بنابر خدا، بنابر خدا، از این دنبوریده کذاب بعید نیست. لابد باز هم از این قسم معجزات در آستین دارد. ببیرم اشعار اعصاب بدر است. از این شب شعار اعصاب مختار است. چه بکش بکشی کنی. جناب شم کجاست؟ باز خبر تازه شده. سرصدارا نمیشنوید؟ جهنم شده پشت بام های کوفه.
آتش ها رو نمیبینید؟ آن شرطه اشتر بچه هنوز گرد و خاک میکند؟ جناب شمر امیر احضارتون کرده. تیراندازان را به فرسمالای پشت بام ها کمین کنند. هر سایه مشکوکی به میدان نزدیک شد خار پشتش کنید. زهر با من بیا. تسلیت و تعزیت بر امیر داغدار. الحق و الانصاف که ایاز تکیگاهی محکم بود. افسوس که خیلی زود ترکمان کرد. خداوند او را با نیکان و صلحای امت محشور کند. آمین. شمر، مرگ ایاز زایعی بزرگ است، خیلی بزرگ. من کم و کیف مرگ او رو شنیده ای؟ ایاس را غافل گیرانه زدند. به این هشداریست به همه ما که بدانیم دشمن برای رسیدن به اغراض پلید خود به هر حربه ای متوسل می شود. به خدا قسم همین بهانه برای قتال با شورش مختار کافی است. من و عشیرم تا پای جان هستیم امیر. از قیل و قال امشب دشمن هم ذره ای باک نداریم. مرحبا یبن زلجوشن، مرحبا. دشمن شما امشب قدرت پنهانش را آشکار کرد و شما به چشم دیدید و مرامش را شناختید. خواستم بیایید و با معرفت کامل تجدید بیعت کنید. بیعت امشب شما شبیه بیعت رضوان است. خداوند شما را در شماره اصحاب رضوان قرار دهد. آمین. یا امیر، عمده یاران مختار از موالی و عجمان دیلمان هم. او عرب و عجم را یکی کرده و شرافت عربی را به لجن کشانیده است. اگر بر فرض محال دینش دین درستی باشد که نیست، برابر کردن عرب با عجم گناهی نابخشودنی است و من به همین دلیل موجه تا پای جان با مختار خواهم جنگید. احسنت شبس، احسنت. اینها همه دلایلی است بر علیه ما و علیه مختار. یا امیر، کوفیان در مسجد تجمع کردند، منتظر امیر هستند. بسیار خوب، بروید و صفوف تازه‌ای را بر علیه مختار و لشکر دیلمانش بیارید. صدای سیاهی لاحت 3000 نفر آدم است. کیان است؟ باز هم مثل همیشه گل کاشته. احامران؟
ابو حسام، تو را به داشتن لشکری از عجمان ملامت خواهند کرد. فکر همه جا اشرا کرده ای؟ بله ابراهیم، میدانم. اشراف عرب عجمان را برده و موالی خیش میدانند. یقینا انادشان با ما به خاطر اینکه لشکری از عجمان داریم مضاعف خواهد شد. نظر تو چیست؟ عرب بر عجم فضیلتی ندارد ابو اسحاق، همه برادریم. این شیبه پیشوای من علی است. دولت تو اگر رنگ و بوی علی را ندهد مفت نمی ارزد. ما برخواستیم که دین علی را برپا کنیم، برخواستیم که عدالت علی را احیا کنیم. حقا که از خون و رگ مالک ابراهیم. خدا اگر مختار را دوست نمی داشت، ابراهیم را کنارش قرار نمی داد. چوب کاری می کنی ابو اسحاق. ما امشب همه جوره بدهکارت شدیم. هرچی من خرابکاری کردم، تو مرد و مردانه چشم بستی. باور کن نمی خواستم عیاض را بکشم. دستم به اختیارم نبود. خدا کند اویی که دستور داده نیزه را پرتاب کنم شیطان نبوده باشد. آتش امشب مقدار نشان دوزخیست به تدارک دیده. در وچه مردم چه گناهی کردند که از دست به مرد دادند؟ مختار و مریدانش خواب بر مردم حرام کردند. یا امیر، تا کی میخواهید با زبان خوش و روی گشاده با این جماعت سخن کنید؟ مختار میخواهد عجمان را بر کوفه مسلط کند تا دق و دلی آل علی را بر سر کوفیان خالی کند. عجم بر کوفه مسلط شود، عرب باید سر بر زمین بگذارد و بمیرد. این گونه سرخا مدت هاست منتظرند تا به تلافی قادسیه جان و مال و ناموس عرب را غارت کنند. ساکت ساکت. امیر شبانه احضارتان کرده تا با کمک خودتان شما را از هول و هراس مختار برهاند. بهترین نعمت ها و معرفت است و بدترین ذلت ها جهالت. خدا را شکر، خدا را شکر که امت کوفی دشمن کذابش را خوب شناخت. ما اگر تا به حال با مختار و پیروانش مدارا کرده ایم، به حکم شرع و دین بوده. از امشب که دشمن بدمستی کرده و عربده جو و شمشیر کش شده، امانش نخواهیم داد. خواستم بیایی تا خطبه‌ای بخوانم و شما را از کذب دشمن و فساد عقیده‌اش آگاه کنم. شکر خدا می‌بینم که شما دشمن و عقیده‌اش را بهتر از من می‌شناسید. پس نیازی به خطبه من ندارید. مادام که مسلح به علم و ایمانید، از عربده دشمن نهراسید که خداوند به دست شما دروغگویان، گمراهان و بددینان را خواهد کشت. مرده باد مختار، 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 مرده باد مختار. السلام. تقبل الله، تقبل الله. عبدالرحمن. بله امیر. به عبیده بگو بیاید.
عبیدی امیر احضار کرده. تقبل الله امیر، فرمایشی داشتی؟ بنشین. جلوتر. کجا بودی به نماز نرسیدی؟ خیال کردی شراب خوردم؟ به خدا قسم شراب خورده بودی اولین حد قیام را بر تو جاری میکردم. دست مریضات، هنوز بعد عمری رفاقت مرا نشناختی ابو اسحاق. حلالت نمی کنم. بی خبر غیبت می زند، وقتی هم که می آیی مثل دوست خودت را خواهیم می کنی. خب حق بده مشکوک شدم. بی فایده است ابو اسحاق، درباره من گمان بد کردی. تا از دلم در نیاوری حلالت نمی کنم. چطور از دلت در بیاورم؟ باید به جرم بدبینی حدت بزنم جلوی همه. من از تو دیوانه ترم نامردی اگر حدم نزنی. برادران نوکرتم ابو اسحاق، شوخی کردم، چرا به جد گرفتی؟ یا حدم میزنی یا حلالم میکنی. حلالت کردم، از شیر دومه حلال ترم. خوب شد. کجا رفته بودی؟ به تجسس احوالات دشمن. آنقدرام که خیال میکنی ضعیف نیستم. شب است با 4000 نفر مأمور مسجد و حومه مسجد شد. به نجاج با 2000 نفر مغرب قصر را دارد. بازار با 4000 نفر در اختیار راشد ابن عیاض است. محله بن سلیم را با 3000 نفر به شمر و حارث ابن یزید سپردند. چطور در این مدت کوتاه این همه نیرو جمع کردند؟ کوفیان همیشه غیر قابل پیشبینی اند. ظاهرا نجمان سپاهمان را پیراهن عثمان کرده و کوفیان را علیه ما شورانده اند. میگویند مختار میخواهد بردگان عجمی را بر عرب مسلط کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. نماز را زود تمام کردی شبه؟ بهتر نبود به جای سوره والعادیات سوره بلندتری می‌خواندی؟ دیلمان به شما هجوم کردند؟ آن وقت توقع دارید که سوره بقره یا آل عمران بخوانم؟ نکند از رو در روی با گونه سرخهای لشکر مختار میترسید که میخواهید به بهانه طولانی کردن نماز جنگ را به تأخیر بیندازید؟ شبه؟ اول بار نیست که عرب به جنگ عجم می رود. خیلی گنده کرده اید این برده های عجمی را. غلط نکنم این هم حقه خود مختار است. چه حقه؟ به خدا قسم ترسناکتر از عجمان عربان لشکر مختارند. پسر اشتر را ول کرده اید، چسبیده اید به مشتی برده عجم؟
مختار میخواهد فکر ما را مشغول عجمان کند تا پسر اشتر بتواند با ضرباتی غافلگیر کننده کار را تمام کند. شمار افراد دشمن حدوداً 3 برابر ماست، که این کمی دور از انتظار من بود. علی ای حال وضعیت تازه‌ای نیست. خود من و ایزن برخی از شما که موی سپید کرده اید بارها چون این شرایطی را تجربه کرده ایم. جوانترها بدانند عامل پیروزی در جنگ سیاهه دشمن نیست. عامل پیروزی عشق است و خلوص و پایمردی و البته صبر. شک نکنید، این وعده خداست. ما از 3 جناح به دشمن حمله میبریم: راشد ابن عیاس، مال ابراهیم مالک اشتر، شبس ابن ربعی به عهده یزید ابن انس، شمرو بقیه هم مال من. چنانچه افراد دشمن هزیمت شدن تعقیبشان نکنید، و اگر به داخل خانه ها گریختن اما نشان بدهید و تحت هیچ شرایطی جنگ را به داخل خانه ها نکشانید. در جنگ شهری پیاده نظام مهمتر از سوار نظام است. پس اول کاری که می کنید پیاده نظام دشمن را از کار می اندازید. مراقب تیراندازهایشان هم باشید، احتمال بر پشت بام ها کمین می کنند. وعده دیدار ما جلوی دارالحکومه کوفه. یا نصرات الحسن! برخیز که با نوای نیماز شمسو